من به قلم محمد نوریزاد، قصه دهم، مرکب و قلم و کاغذ. در سلول انفرادی زندان اطلاعات مشهد نوشتن با خمیر نان بر کاشی حمام به جای خود، اما دوست داشتم بر روی کاغذ نیز بنویسم. اما آنجا هیولا خانه کرده بود که نه کاغذ بود نه قلم و نه مرکبی، نه تلفنی، نه ملاقاتی و نه بازجویی. گاه در راه رو صدای بشکن زدن می شنیدم. یعنی چه؟ چه کسی؟ و برای چه بشکن می زند؟ کمی که دقت کردم دانستم آن صدا صدای بشکن نیست، بلکه تلق خندک است. به زندانیان سیگاری روزی دو نخ سیگار می دادن. یک نخ 8 صبح، یک نخ 10 شب. و به ما روزی دو بار صبح و از چای می دادن در لیوانهای کاغذی و من لیوانها را بیرون نمی انداختم. به خود گفتم اگر مرکب می داشتم می توانستم بر لیوانهای کاغذی بنویسم. قلم چه؟ با انتهای قاشقهای پلاستیکی یا با ساییدن تمام من زندان برقرار شده. تمام گیرنده زندانی می باشد. یا با ساییدن ته مسواک قلم درشت می توانستم بسازم. مهم مرکب بود، تا اینکه مرکب را هم پیدا کردم. به زور روزی دو نخ سیگار گرفتم. دودش که می رفت خاکسترش را در ظرفهای کوچک شامپو جمع‌آوری می کردم. کم کم به رنگ کمرنگی دست یافتم. از چه؟ از خاکستر سیگار. ظرف کوچک شامپو که از خاکستر سیگار پر می شد به آن کمی آب می افسودم و همه را بر گوشه حوله ام می ریختم و می چلاندم. توفاله خاکسترها در حوله می ماند و مرکب در ظرف دیگر پیدا می شد. با خماندن انتهای خمیر دندان کوچک پهنایی برای قلم درشت ایجاد کردم. لیوانهای کاغذی چای را می شکافتم و می شستم و زیر پتو می گذاشتم تا قوسشان برطرف شود. پشت لیوانها اگر پر نقش و نگار بود، داخلشان یک دست سفید بود. یکی از لیوانهای صاف شده را لوله کردم و خمیر دندانی را که از آن قلم درشت ساخته بودم در لوله کاغذی فرو کردم. شد قلم درشت. اما هرچه با مرکبی که ساخته بودم بر کاغذهای لیوان چای می نوشتم ردی به جای نمی مان. چرا؟ چون دانستم لیوانهای چای اسمشان کاغذی است، اما داخلشان یک لایه پلاستیکی پوشیده شده بود. چه کردم؟ تمام من زندان برقرار شده. تمام گیرنده زندانی می باشد. با صابونی که به ما می دادن بر سطح کاغذ لیوان چای کشیدم. دیدم مرکب بر آن نشست، اما هنوز نه آنگونه که من می خواستم. صابون را آب کردم. به دوغاب صابون دست یافتم. دوغاب صابون را بر سطح سفید کاغذهای صاف شده لیوان چای میمالیدم و وامی نهادمشان تا خشک شوند. آن روز تا قلم درشت بدقواره خود را در مرکب ساخته شده از خاکستر سیگار فرو بردم و بر سطح صابونی کاغذ لیوان چای نوشتم، دیدم بله، آنچه که در پیش بودم پیدا شد. صبح 2 لیوان، شب 2 لیوان چای می دادن و من آنها را می شکافتم و می شستم و زیر پتو می نهادم تا صاف شوند. بعد دوغاب صابون. همین که خشک می شدن کاغذی می شدن برای خوشنویسی نستعلیق، منتها با قلمی درشت که عذابم می داد تا چیزی با آن بنویسم. شاید 150 شعار و شعر درشت و ریز بر کاغذ ها نوشتم و دور تا دور سلول انفرادیم تابلو کردم. ته لیوان ها گرد بود، از آنها هم برای نوشتن استفاده کردم. آنقدر با قلم درشتی که قلم درشت نبود و آنقدر با مرکبی که مرکب نبود و آنقدر با کاغذی که کاغذ نبود نوشتم و نوشتم تا اینکه دیدم کم کم تمام من زندان برقرار شده. تمام گیرنده زندانی باشد. تا اینکه دیدم خط درشتم کم کم دارد خوب و خوبتر می شود. به عذابش می ارزید. هر وقت که نگهبانها دریچه را پس می زدن مرا
یا در حال نوشتن می دادن یا با خمیر که بر کاشی های حمام می نوشتن. چند تایی از تابلوهای نوشته شده بر روی کاغذ چای را به نگهبانان هدیه دادم. خوششان آمد. باورشان نمی شد که بشود از خاکستر سیگار مرکب ساخت و با لبه انتهایی خمیر دندان قلم درشت و با لیوان چای کاغذ. آن روزها من هم با خمیر نان می نوشتم و هم با قلم و دوات و کاغذی که خود ساخته بودم. چند باری آمدند و سلولم را زیر رو کردند تا خودکاری و کاغذی پیدا کنند. چیزی نداشتم که پیدا کنند. یک بار نیز خاکسترهای مرکبیم را خالی کردند، اما من گلوی زمان کند گذر سلول انفرادی را در مشت گرفته بودم و به او می گفتم این منم که به تو فرمان می دهم چگونه بر من گذر کنی. محمد نوریزاد، 29 خرداد سال 99، زندان اوین.